سلام خدمت شما دوستان گل، همراهان نازنین و عزیز من در حال آلکامی کوچینگ. امیدوارم که حال تک تک شما عزیزان خوب باشه. پیشا پیش عذرخواهی میکنم برای این صدای گرفته من. ما در تورنتو یه سرمای خیلی شدیدی داشتیم، برف اومد و همین جوری داریم به پیشا پیش به استقبال سال 2020 امیدوارم که حال شما نازنینان خوب باشه. خیلی ممنونم دوستان گلم از تمام استقبال گرم و پر محبت شما از برنامه. مثل همیشه خیلی ممنونم، مخصوصا از برنامه هفته پیش که با جناب دکتر شریفی همراه بودیم. خیلی ممنون مجددن. و اینکه خیلی از شما عزیزان سوالاتی رو پرسیده بودین که حتما سعی میکنیم که این هفته توی برنامه بهشون جواب بدیم و پاسخگوی شما عزیزان باشیم. خب اجازه بدیم من سلام عرض کنم خدمت جناب دکتر شریفی مجددن. سلام، خسته نباشید، خوش اومدین. خیلی ممنون، باعث افتخاری که یه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. ممنونم هدی جان، تشکر. منم جا داره که سلام کنم خدمت شما دوستان عزیز و همراهان گرامی، هم دوستانی که ساکن کانادا هستن و آمریکا و هم دوستانی که از ایران این برنامه رو تماشا میکنن. امشب هم ما در خدمتتون هستیم، انشالله که برنامه خوب رو در خدمت دوستان باشیم. بله، خب دوستان عزیز، پیشا پیش سال نوتون مبارک، هپی نیو ایر، سال نو شما مبارک علیرضا جان. ممنون. امیدوارم که سال بسیار بسیار خوبی باشه. من همیشه میگم اینا یک اعداد و رقامی بیش نیستن برای اینکه یه بهانه‌ای باشه برای ما که بتونیم مجدداً یک فرصت دیگه زندگی رو داشته باشیم، برای اینکه روزای جدیدی رو برای خودمون توأم با امید و سلامتی و اتفاقات جدیدی درست بکنیم. منم از شما خواهش می‌کنم که حتما. بله، خب ما ایرانی ها این یه جورایی خوش شانسیم برای اینکه دو بار سال جدید جشن میگیریم. یه بار جشن خودمونه که حالا جشن اصلی ما اون زمانه، ولی خب حالا دوستانی که خارج از ایران هستن سال میلادی رو هم اوایل سال میلادی رو هم جشن میگیرن. و صد البته خب این خیلی خوبه و به نفع همه است که واقعا زمانی که سال نو میشه ما دوباره بیایم اهداف جدید بذاریم، دوباره نو بشیم، دوباره کارهای جدید انجام بدیم. یه جورایی زندگیمون رو تغییر بدیم. حالا لازم نیست همه زندگی تغییر بکنه، یه تغییر کوچیک توی یه بُعد از زندگیمون میتونه در دراز مدت در طول سال تغییرات خیلی شگرف و زیادی رو برامون قطعا همراه بیاره، مخصوصا سالی که با 2020 شروع میشه. عدد 20 هم برای ایرانی ها دیگه عدد خیلی خاصه. امیدوارم که واقعا با همدیگه بیایم سال 2020 رو یک سالی برای خودمون بسازیم که نمراتمون 20 باشه، نه نمرات کلاس دانشگاهیم، واقعا نمره زندگیمون 20 باشه. واقعا بله. امسال هم سال موشه شنیدم. عالیه. خانم البته زیاد به استقبالش نمیرم، ولی خب میگن که سال خوبی قراره باشه. البته که میدونین که دوستان عزیز، همه اینا واقعا یک بهانه است برای اینکه ما به خودمون فرصت بدیم، برای اینکه اینا رو بذاریم، برای اینکه به خودمون تلقین بکنیم و به خودمون این باور برسونیم که همیشه فرصتی هست برای اینکه ما دوباره از نو شروع کنیم، به رشد فردی خودمون اهمیت بدیم و تمام کارهایی رو که نتونستیم به نحو احسن انجام بدیم یا نتیجه‌ای که می‌خواستیم مورد دلخواهمون نبوده، الان دوباره فرصتی باشه که مجدداً بخوایم برگردیم و بتونیم به اونا بپردازیم. 100% همینطور. خب دوستان گلم، خیلی از شما عزیزان در برنامه پیش از من با من تماس گرفته بودید و سوالاتی رو پرسیده بودید در رابطه با روابطتون. خیلی از عزیزان امروز با من تماس گرفتن و یه سوالی پرسیدن که من حتما پاسخش میدم، بعد خواهش میکنم از آقای دکترم که به نوبه خودشون پاسخ این سوالو بدن. از من پرسیده بودین که شما در سال گذشته تا به الان چه چیزهایی رو با خودتون خاک میکنید، کردید و یا چه چیزهایی رو از این به بعد میخواید به سال جدید با خودتون ببرید. من خیلی این سوال بر من جالب بود که این سوال رو من پاسخگو بودم و توی پیج شخصی من امروز گذاشتم. من گفتم که خدا رو شکر میکنم که برای من این سال واقعا با تمام دوران سختی که درش بودم
گذشت و همراه با سلامتی بود. خیلی بیشتر تونستم چشممو به وقایع و حقایق زندگی نگاه کنم، قدر داشته هامو بدونم. موفقیت خداوند همراه با خداوند در کارم بود. ما تونستیم توسط شرکت حال کوچینگ و همراهی خیلی از دوستان عزیز از جمله جناب دکتر و سایر همکاران عزیز که بتونیم به خیلی از عزیزان کمک کنیم، به خیلی ها روحیه دوباره زندگی کردن رو بدیم و تونست دلهای خیلی از عزیزان رو شاد بکنه. و همینطور خیلی خوشحالم از اینکه قدرت بخشیدن رو من تونستم با تمام وجودم پذیرا باشم و تونستم واژه پذیرش رو در زندگی خودم بیارم و واقعا تمرینش کنم و تمام کینه و بدبینی ها و در واقع خیلی از دلتنگی هایی که از مخصوصا از خواهرم داشتم که پرواز کرده بود و تونستم بسپارمش به دست گذشته و یه زندگی جدید و یه با دلی جدید همراه با امید و آرزوهای جدید به استقبال سال جدید برم. حالا شما هم لطف کنین جواب این سوالو بدین. بله بله حتما. خب سال 2019 هم برای من سال خیلی پرچالشی بود، حالا از این جنبه که حداقل توی بیزنسی که راه انداخته بودم و کار میکردم خیلی کارهای مختلفی بود که باید انجام میدادم و واقعا میتونم بگم سال خیلی خوبی بود برام. و خب هر زندگی، هر سالی، هر شرایطی بالا و پایین خودش رو داره. من قطعا چیزی که با خودم به سال دیگه میبرم تمام اون خاطرات خوبیه که تو سال 2019 تا حالا داشتم، به علاوه تمام اون درس هایی که یاد گرفتم از اونها. و قطعا اینا رو با خودم به سال جدید میبرم و اینو حالا به خودم قول دادم، همیشه اوایل سال اینو به خودم میگم که با ذهن باز برم و تا اونجایی که میتونم یاد بگیرم توی زندگی، چون هیچ وقت نمیشه گارانتی کرد که زندگی پر از خبرای خوب باشه، همیشه موفقیت باشه. ممکنه یه جاهایی هم به دیوار بسته می‌خوریم، به در بسته با یه دیوار مستحکم می‌خوریم. چیزی که مهمه اینه که یادمون باشه که نتیجه نهاییمون مهمه، هیچ شکستی هم در کار نیست. باید درس بگیریم. وقتی که درس می‌گیریم شکستی نیست، چون به سمت پیروزی قدم برمی‌داریم. و من قطعا اینو با خودم می‌برم و یه دنیا محبت و اینا توی کوله بار رو توی چمدونم جمع کردم که با خودم ببرم که پخش بکنم سال 2020. بهترینم هست به نظر من واقعا. و اینکه دوستان عزیز، شما پرسیده بودید، اون دسته از عزیزانی که از من سوال پرسیده بودن، پرسیده بودید که خانمی با من تماس گرفتن، پرسیده بودن که با همسرشون به اختلاف برخوردن، چرا که ایشون کسی هستن که خیلی مغرور هستن، همیشه منمنم میکنن و ما رابطمون خیلی 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 دو روز خوبه، بعد همش به چالش میخوریم و بحث و جدل و اختلاف و به هر بهانه‌ای سعی میکنم که جو خونه رو حداقل به بهانه برای بچه‌ها فراهم بکنم که حالشون خوب بشه، بهتر باشن، که یه ذره انگیزه پیدا بکنم و اینکه به منم بتونه روحیه بده که من بخوام این زندگی رو درست بکنم. هیچ راهی رو پیدا نمی کنم، همش حرف ایشونه، نظری از من میپرسن ولی در واقع کار خودشون رو در نهایت میکنن و من واقعا خسته شدم. و این عزیز پرسیده بودن که آیا که حالا حتما ما پاسخگوی شما هستیم، ولی پرسیده بودن که اگر که ما به سمینار شما بیایم آیا راهی هستش که بتونه به ما کمک بکنه و اینکه من به نظر شما چطوری میتونم همسرمو بکشونم طرف سمینار شما، چون هر دفعه بهش میگم که بریم پیش مشاور یا یک از فرد حرفه‌ای کمک بگیریم میگه که من خودم همه اینا رو بلدم و کسی نمیتونه به من کمک بکنه و من تمایلی نشون نمیده که بخواد واقعا قدمی رو برای بهبود زندگی واقعا داشته باشن. و حتی هم ایشون میگفتن که سعی کردن که از در واقع از کمک بزرگترها کمک بگیرن و افراد خانواده رو اینوالو کنن که شاید حالا خانواده خودشون، مادر و پدر، بتونن تأثیری داشته باشنشون، ولی باز فایده ای نداشته. خواسته بودن که ما حتما پاسخگوی این عزیز نازنین در برنامه امروز باشیم. بله. خب
آقای دکتر شما بفرمایید تا بعد من. خب ممکنه من فکر میکنم این شرایط برای بعضی ها به وجود اومده و هست، بعضی ها واقعا با این موزل دست به گریبون هستن. اول که خب قطعا همچین رفتاری همچین دیده درستی نیست، چون ما انسان ها هدفمون زندگی کردنه نه، و برای اینکه خوب زندگی بکنیم باید یاد بگیریم و برای یاد گرفتن ما ذهن باز میخوایم. در حقیقت با ذهن بازه که ما میتونیم به موفقیت برسیم، رو به جلو حرکت بکنیم و شاد باشیم. مطمئناً در برای همچین فردی همچین آقایی هیچ وقت اون شادی وجود نداره من فکر میکنم. و اینکه صرفاً مثلا فکر بکنن که حرف خودشون درسته به جایی در حقیقت نمیرسن. خب این جواب دادن به این سوال یه مقداری به نظر من شاید یه مقداری سخت و پیچیده باشه، از این جنبه که خب شرایط رو ما باید بررسی بکنیم، نیاز داره به اینکه سوالهای مختلف رو بپرسیم از این خانم که اصلا شرایط به چه صورت بوده. ولی یه چیز خیلی ساده‌ای که بگم اینه که خیلی وقتا رفتاری که ما در حقیقت پارتنرمون یا شریکمون انجام میده یه جورایی عکس العمل اونا به همون رفتاری که خودمون بروز میدیم. یعنی مثلا اینو در نظر بگید که یه بچه توی مدرسه، یه بچه کوچیک توی مدرسه ممکنه توسط دیگران اذیت بشه یا به اصطلاح میگن بولی بشه، در صورتی که خیلی از بچه های دیگه نمیشن. حالا صرفا اینم نیستش که این چون جسش کوچیکه، معمولا به خاطر رفتار اون بچه است. توی روابط هم همین جوریه، ما یک فردی رو انتخاب میکنیم توی زندگی و شروع میکنیم به تعامل داشتن با هم دیگه. اتفاقی که میفته اینه که ما خودآگاه یا ناخودآگاه، که معمولا ناخودآگاهه، رفتاری ازمون سر میزنه یا یه جورای حرفایی رو میزنیم که نباید بزنیم، یا یه جوری حرف میزنیم که جوری دیگه‌ای باید بگیم، یا حرفی میزنیم یا حرفی رو نمیزنیم که باید بزنیم. و این باعث میشه که سیگنالای اشتباه به طرف مقابل میدیم. اصطلاحا میگم خیلی راحت خودمونی ما دیگران رو اینجوری بار میاریم یه جورایی. و برای اینکه این کار رو عوض بکنن باید یه مقداری قطعیت بیشتر به خرج بدن، با سیاست باشن و راه داره، راه ارتباط برقرار کردنه. و اینکه چطور راه ارتباط برقرار کردن اگر واقعا امکانش هست، البته هنوز راجع به سمینار صحبت نکردیم، تو این برنامه بد نیست که یه صحبتی هم بکنیم با دوستان، ولی اون ارتباطی که وقتی برقرار میشه خب خیلی راحت تر میشه کار. و صد البته میتونن یه سیگنال هایی رو بدن که طرف مقابلشون یا شریکشون هم در حقیقت جوری باشون رفتار بکنه که دلخواه خودشون هست. صد درصد. و همینطور دوست عزیزی که این سوالو مطرح کردین، من به نظر من از شما خواهش میکنم که من متوجه هستم که وقتی که آدم توی این شرایط قرار میگیره خب خیلی خیلی فشار روحی و بار روحی که توی وجودش میاد خب خیلی سنگینه. قبل از هر چیزی خواهش میکنم که شما رو به آرامش و صبر دعوت میکنم، و اینکه به نظر من شما باید ریشه اصلی تغییر رفتار و نگرش ایشون رو اصلا کلن بررسی کنین، بخواد اینکه خیلی از افراد یه سادن شاک و یا اتفاق ناگهانی موجب میشه که اینجوری تغییر بکنن و همه رو دفع میکنن، اگریسیف میشن، یه حالتای دیپریشنی میتونن و حالتای افسردگی بهشون دست میده و پیدا میکنن. این خیلی مهمه که همونطوری که آقای دکتر هم فرمودن، شما بتونید با روش خودتون و با سیاست درست و در کمال احترام یک رابطه یا بتونید با ایشون ایجاد بکنید که از هر طریقی که شما میدونید بتونید بهشون نزدیک بشین و در واقع رودکاز و یا ریشه اون مشکل رو بیارید بیرون و سعی کنین که باش مواجه بشین که بهشون کمک. و فشار گذاشتن در این شرایط بدترین اشتباهه. من میدونم که خیلی از دوستان دوست دارن وقتی تو این شرایط سخت هستن به هر دری بزنن، که چون احساس ترس میکنین، ترس از دست دادن میکنه، فکر میکنین که خب حالا آینده بچه‌ها چی میشه و خودم چی میشم، اصلا کجا وایسادم، چه اتفاقی داره، زندگیم خوب بود، چرا الان، با توجه به اینکه ایشون هم گفتن که تنها 2 ماهه که این اتفاق افتاده. ببینید خیلی مسائل
مسائل میتونه موجب این بشه. خیلی هستن که آقایونی هستن که ما از فرهنگی اومدیم که سنتی ترن، فکر میکنن که مسائل کاری یا مسائل بیرون رو نباید بیارن به همسرشون یا خانواده منتقل کنن و فکر میکنن که این بار رو به تنهایی باید قبول بکنن و همینطوری که عرض کردم بهشون یاد دادن که پیش مشاور رفتن اشتباهه، چرا که ما خودمون باید بتونیم مسائل رو حل کنیم. اینا افکاری هستش که میتونه در ذهن یک فرد افسرده و کسی که خسته دل هستش هم به وجود بیاد. بنابراین من ازتون خواهش میکنم که حتما اول از همه با صبر و تحمل، و خواهش میکنم که اگر که ایشون همونجوری که شما فرمودین پرخاشگری میکنن، داد میزنن، اجازه بدین که تخلیه و برونگرایی روحی بکنن و در اسپیس بدید، یعنی یک فضا رو ایجاد بکنید و اجازه بدین که تا موقعی که در آرامش قرار گرفتن و فرصتی بود برای صحبت کردن بهشون نزدیک بشه. در پاسخ شما عزیز من که فرمودید که آیا این سمینار به درد شما میخوره، 100%، همونطور که آقای دکتران فرمودن، ما در این سمینار در رابطه با نگرش جدید و درست در روابط و همینطور ارتباط صحبت میکنیم و 100% بهتون کمک خواهد کرد. ولی در رابطه با این که چگونه ما میتونیم ایشونو هدایت کنیم به سمینار خودمون، شما نظرتون چیه؟ من به نظرم خیلی راحت میتونیم تیکت رو بگیریم و بگیم که خب یه برنامه‌ایه. ببینید، حالا برنامه‌ای که ما داریم کلاس آموزشی نیست، یعنی بله. ما تا حالا فکر میکنم تو زیرنویس هم دوستان میتونن مشاهده بکنن، بله. روز 25 ژانویه روز شنبه عصر ما در خدمت دوستان خواهیم بود. مکان بسیار بسیار خوب با امکانات خیلی خوب، به همراه حتی موسیقی خیلی خوب، بله. داریم برای کاپل ها و برای خوب. افرادی که، بله. حالا دوست دارن که یه تغییری هم باشه، اوایل سال هم هست، اولین ماه ساله، فقطا میتونه یه تغییر خوبی هم باشه. به نظر من اصلا شما میتونید تیکت رو تهیه کنین و بهشون بگین که خب ما جایی هستیم، یه برنامه ایه. اصلا شما نگین که حتی سخنرانی، بله. نگین که صرفا به قول معروف چیزیه که درس میخوام بدن، چون ما بحث ما اصلا درس دادن نیست، بله. ما کاری که میخوایم بکنیم اینه که توی دو تا سخنرانی یه سری از نکات بسیار بسیار مهم و پایه‌ای که میتونه هر ریلیشنشیپ یا رابطه ای رو نجات بده، بله. بهتر بکنه و پایدارتر بکنه، اون رو ما در حقیقت میخوایم روشون دست بذاریم، یه مقدار راجبشون صحبت بکنیم و چند تا راهکار خیلی ساده، بله. در این حال بسیار عملی و کار اثر بخش در حقیقت میخوایم به دوستان بدیم و من فکر میکنم با این کار شما میتونین خیلی راحت هم با همسرتون تشریف بیارین. و اینکه حالا اینکه شما الان فرمودین که تقریبا الان 2 ماهه که همچین اتفاقی افتاده، معمولا خب اینا به خاطر اینه که یه اتفاقی در پیش زمینه افتاده، رفتار ناگهانی تغییر نمیکنه. وقتی شرایط تغییر میکنه، ما به عنوان انسان ناخودآگاه به اون عوامل یه ریاکشن متفاوت نشون میدیم. ممکنه خستگی باشه، ممکنه استرس زیاد باشه، من واقعا نمیدونم، برای همین اطلاعات بیشتری من داشته باشه. یه رابطه ناتموم یا یه اینکامپلیت باشه که در قبلا براشون وجود داشته در هر زمینه ای، بله. و نتونستن معنایی براشون پیدا کنن، درسته. به نتیجه برسن و الان اینجوری میتونه، چون میشه آدمو دیدین یهو یک جا میشینن با خوش چون علاکه همه چی خوبه ها، میشنم به خودشون فکر میکنم من چرا هپی نیستم، چرا خوشحال نیستم، چرا الان احساس ناراحتی، بله. غم دارم و خیلی پیش میاد عزیزان. و اصلا از مشکلات واقعا واقعا نترسین، ما برای همین اینجا هستیم، من به همراه آقای دکتر، برای همینم باور کنید تصمیم گرفتیم که این سمینار رو داشته باشیم، با وجود اینکه خب این صادقانه باهاتون صحبت کنیم، هزینه این سمینار خب به مراتب خیلی بیشتر از اینها، خیلی بیشتر از ولی ما واقعا چون هدفمون واقعا از نظر مادی، خب مادی در حدی که ما بتونیم هزینه های سمینار، ولی واقعا هدف اصلی ما اصلا مادی نبود. ما دوست داشتیم که چون میشنیدیم خیلی با کسانی که با ما صحبت میکنن، مخصوصا جوانهای الان که به اختلاف زیادی برمیخورن و واقعا دنبال راهکار بودن، گفتیم اینجوری بتونیم فرصتی باشه که
که واقعا میگن هم فال هم تماشا هم تشریف بیارید در خدمتتون باشیم با یه شب خیلی قشنگ و رمانتیک و شام خیلی خوب و تشریفات خیلی خوب، همین که بله. بتونیم یه آگاهی بیشتری فقط درست و یه اطلاع رسانی جای بیشتری بکنیم در مورد مواردی که میتونه به شما عزیزان کمک بکنه. بله، من البته حالا این نکته هم بگم اینجا، دوستان که حالا میپرسن در زمینه روش تهیه بلیط، بله. ما سایت رو تهیه کردیم که خب بلیط از اونجا میتونید تهیه بکنید، به صورت آفلاین هم فکر میکنم چند تا لوکیشن بله. هست که به زودی اعلام میکنیم بله. که توی تورنتو دوستان میتونن بلیط رو تهیه کنن. دو تا لینکی که دو تا آیدی اینستاگرام بنده و هدیه هم اینجا هست که میبینید حال کوچینگ و علی رضا دی بی ای، ما رو میتونید هم در اینستاگرام دنبال بکنین بله. همین که روی لینک بایوی ما اگر بزنین میتونید خیلی راحت اونجا ثبت نام بکنین و ما در خدمتتون خواهیم بود و خیلی هم خوشحال میشیم که 25 ژانویه شما رو هم در تورنتو ملاقات بکنیم. نمیدونم زمان چقدر داریم، فکر میکنم که تقریبا به انتهای برنامه رسیدیم، ولی دوستان عزیز ما همیشه در خدمتتون هستیم، هر سوالی چه در زمینه با سمینار و برنامه ها حتی برنامه های بعدی که من به همراه رضا جان دارم میتونید فالومون بکنید، برنامه رو ببینید، هر گونه مشاوره خصوصی یا کلاسای ما یا ورکشاپ ها کارگاه ها بخواید اطلاع داشته باشین حتما میتونید با در واقع فالو کردن یا همون فالو فالو کردن مجددا من کلمه یادم را ببخشید فالو بکنید در اینستاگرام و حتی در فیسبوک ما. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودین، خیلی روز خوبی بود و اینکه برای اون دست از عزیزانی که در تورنتو هستن و میدونم که خیلی مونده تا این به اینکه سال نو باشه و اون دست از عزیزانی که در سر تا سر دنیا تشریف دارید، امیدوارم که خیلی بهتون خوش گذشته باشه، خیلی 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 حسابی دلاتون رو شاد کرده باشید، مهمونی زیاد رفته باشین، غذاهای خوشمزه که خوردید ما را فراموش نکنید، براتون آرزوی بهترین ها رو در سال جدید میکنیم. بله، بسیار خوب، از دیدنتون هم خوشحال شدیم و انشالله در برنامه‌های بعد هم در خدمت شما خواهیم بود. روز روزگارتون خوش. به خداوند بزرگ میسپارمتون، خدا یار و نگهدارتون. آیا از شنیده نشدن خسته شدین؟ آیا احساس میکنین به هر دری میزنین باز نمیشه و فقط میخواین ببینین زمان براتون چی رقم میزنه؟ آیا میدونستین که در حدود 40% از ازدواج‌ها به طلاق ختم میشن؟ آیا میدونستین که بعد از پول، کمبود ارتباط مؤثر، بحث و جدل‌های بیمورد و همچنین توقعات بیجا بین دو طرف از مهمترین عوامل برهم خوردن روابط و حتی طلاق هستند؟ آیا میدونستین که حفظ یک رابطه از ایجاد اون رابطه سخت‌تره و نیازمند صرف وقت و انرژی به صورت مستمره؟ و آیا میدونین با داشتن یک نگرش مثبت و با یادگیری و به کارگیری روش‌های مؤثر ارتباط میتونین روابطتون رو مستحکم‌تر و بهتر از قبل کنین؟ من هدیه صمیمی و من دکتر علیرضا شریفی در روز 25 ژانویه با شما خواهیم بود. برای تولد دوباره هنر عشق آفرینی به ما بپیوندید.